سلام و وقتان بخیر. بیننده های خوب تلویزیون آریانا، برنامه صبح و زندگی، امید است که روزای ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و اینک باز هم یک روز دیگه روزه یا ماه رمضان شروع شد. خداوند شما را قوت بده، انرژی بده که امروز هم به گونه درستش با جمع عباداتش روزه بگیرین و شام بخیر افطار بکنین. امروز یک ذره هوا گرم است، هنوز گل صبح، ساعت حدودا 8:30 یا از 8:30 هم چند دقیقه فکر میکنم گذشته. هوا واقعا آفتاب سوزان است. ما که آمدیم ما را خراب ساخته که شما را خراب نکنه و نارم خبیام زیاد میباشد این روزا، به خاطر از اینکه خب شما اگر زودتر بخوابین 11 یا 12 به شب، 2:30 یا 2 به شب دوباره پس به سحری بیدار شوین، به همین خاطر نمیتونین که خوابتان هم درست بگیرین. من به یکی از ایستگاه های دشت برچی آمدیم که ایستگاه به نام گولایی مهتاب قلعه نام داره یا گولایی ماتو قلعه نام داره. اینجا آمدیم و شهرواله کابل بازم خیر ببینه که سایبان های خاص ساختن در بخش های مختلف شهر کابل در اواخر، یعنی سایبان هایی که ساختن و دوله های بخاطر زباله ها یا زباله های زبالدانی هایی که آماده کردن کار بسا مثمر بوده از طرف شهرواله کابل، که بیشتر وطنداران ما از این دو ناحیه شکایت داشتن و با مشکلات روبرو بودن و سایبان را که شما اینجا میبینین بالاخره یک پناهگاه شده یا یک جای خیلی خوب شده برای کسانی که کار میکنن روی جاده، میتونن در این سایه بشینن. پیش از اینکه این سایبان نبود، مردم واقعا با زیر آفتاب سوزان یا سر خاک جای نامناسب میشتن، اما آل فضل خدا که هم چوکی ساختن برشان هم سایبان است. اگر در زمستان بیاین بارانگیر است و باران اجازه نمیده که به اینا آسیب برسانه و همچنان چوکی رو میبینن که چوکی های خیلی خوب و مناسب برشان آماده شده. با امید از اینکه شهرواله کابل چنین کارهای بکنه، ما هم تشویقشان میکنیم، ما هم ازشان تشکری میکنیم. و حال خوب است که امرای کارگرای روی جاده گپ بزنیم، بپرسیم که رمضان چطور میگذره، سخت میگذره یا آسان میگذره. اول خوب است که امرای کاکا آشنا شیم. کاکا سلام، صحبت بخیر، نامت چی است؟ سلام جان، نام من مختار است. کاکا مختار؟ بله. اج خونه کردین؟ ها؟ اج خونه رفتین؟ نه نه نه. که حالا میگفتم اتان آجی صاحب مختار. نه 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 آجی نه. خب. از چند بجه میای تا چند بجه چی کار میکنی؟ ما یک دن کراچی داریم، برادر جان از صبح ساعت 7 بجه، 7 و 20 دقیقه، 7 و 10 دقیقه اینا میرسیم. خب. کار برای باشه برادر جان، 2 بجیار، 3 بجیار، هر چی که برای باشه میبریم. تا شام هم اینجا هست؟ تا نزدیک ساعت های 5 نیم شست بجه. افطار در خانه میرسونی؟ افطار در خانه میرسونی. خب چطور امسال رمضان، سخت است آسان؟ رمضان که نه، ولی برادر جان آدم اگر کمر بسته کنه روزه گرفتن چیزی نیست. مقصد اینی کار و اینی کار که ما رو زیر گرفته، مشکل اینی که برادر کاروبار نیست. کار نیست؟ کار. اگر نه انرژی کمر و بازو داری که کار بکنی؟ آه با امید خدا کار برادر جنه. رمضان آدم هیچ کن، رمضان تازه فایده داره. کاکا غلام عباس بیک ببینیم چهره مبارک ده کدام روز ببینیم، یک جای سلام علیکی کنیم بشناسیم ادواز نه؟ خب چند سال داری کاکا عباس؟ بله. چند ساله هستی؟ من 74. 74؟ مگم نام خدا تو تقله ماندی؟ دگرها رو ببینی 74 از دست و پای ماندن در کنج خانه هستن. چی خوردی که قدر تازه ماندی؟ بله یه چیز نخوردیم خواهد چی بودم؟ روغن زرد خوردی؟ بله، در وقت روغن زرد ما بودیم. خب از مردای روغن زرد هستی؟ بله بله. خب در جوانیا یا نوجوانیا یا زمانی که خورد بودی در وطن بودی یا در شهر زندگی میکردی؟ نه در وطن بودم. کدام ولایت افغانستان؟ این ولایت میدان وردک. میدان وردک کدام ولسوالی؟ ولسوالی نیز در بس خودی و مرکز هستی. مرکز. اون منطقه که زندگی میکنن چی نام داشت؟ کنخمار. خب کنخمار هستی؟ بله کنخمار میدان. مردم کنخمار چقدر مردم آرام هستن؟ بله بله. مردم کنخمار، جلریز و تکانه؟
با هم نزدیک هستن؟ آه ما بس اولوسوالی است، ما بس خود مرکز هستیم. شما از خود شهر هستید؟ آه از خود شهر. خود چی کار میکنی؟ کاکا از صبح تا دیگر که میای اینجا؟ از صبح تا دیگر این کراچی از ما. خب در کراچی بار میبری؟ آه بار. مردم بار سرت میبرن باز یا نه؟ میبره آه باز. اتوخ نمیگری سفید است ولی نمیتونن؟ نه میبره کسی. اما اگه یکان تاش گفت که توانایش کم است، بگو ما از مردای روغن زرد است. جوانی های حال آنتن نمیتبه ما. نه همه تو رسنه؟ بله. روزانه چقدر حداقل کار میکنی؟ یک سه چار ست میشه؟ نه والا گای ست، گای پنجاه، گای چیل. خوب است، یک دلخوشی، یک سرگرمی هم است که میایینه؟ آه آه دمای رمضان از خاطر یمی چی که یک دقیقه روز بگذره آدم تیر شوه. آه این هم موترها را میبینی تیره بیر میشه، مردم تیره بیر میشه، در خانه قدیوش تو کاغل مغل او سلام نمانده. آه نکو بکو بزن. آه آدم که ضعیف شد دیگه کلو نمو از دیگه او سلح ختم میشه، سلح کم میشه. آه بسیار جا تشکر کاکا، زنده باشی. زنده باشی، آرام باشی. اینما آمدیم اول تا نگرفتیم، گفتیم امی کسایی که کاریگر هستن کراچی دارن، نگویه که ما را اول ما را نمیگیرن. زنده باشی آرام. کار خوب کردیم یا بد؟ خوب با کار خوب کردیم. باز از این کار کنار اینه پیش دریشی پوشا نرفتیم، پیش شما آمدیم. جانی جا زنده باشی. خیر ببینین. خب دوستان عزیزم، خیلی ها تشکر از شمایی که تا این لحظه به گونه کاملا زنده بیننده گزارش ما از گولایی مهتاب قلعه برچی بودین. حال هم میریم به طرف استودیوی مرکزی تلویزیون آریانا، برنامه صبح و زندگی. اما خوب است که پیش از او بیننده یک ماده از قانون مدنی افغانستان باشه. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.